در چنین روزهایی بود که دکتر محمد مصدق در سال 1330 به عنوان نخست وزیر به موجب تصمیم مجلس شورای ملی به قدرت رسید و حکومت ملی ایران را بر پایه دموکراسی و قانون اساسی جدیدی که در آن زمان تصویب شده بود تشکیل داد. بی مناسبت ندیدیم که برای درک اهمیت و جایگاه کاری بزرگترین خدمت دکتر مصدق به ایران، یعنی ملی شدن صنعت نفت و پیشینه اون، دعوت کنیم از آقای اصغر بابکان تا در این مورد ازشون بشنویم. آقای بابکان سلام میکنم به شما، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین. به ما بگین که پیشینه ملی شدن صنعت نفت در ایران چی بود؟ با تشکر از شما و سلام خدمت هموطنان عزیز، همونطوری که خودتون اشاره کردین، ملی شدن صنعت نفت یه واقعه بزرگ و در واقع یکی از فرازهای شکوهمند تاریخ ایران بود. برای درک اهمیت و جایگاه این واقعه تاریخی باید یه مقداری زمینهای تاریخیش رو بررسی کنیم. در زمان مظفرالدین شاه یک قرارداد بین دولت قاجار و شرکت نفت انگلیس به نمایندگی ویلیام دارسی منعقد شد که به قرارداد دارسی در تاریخ معروفه. بر اساس این قرارداد انحصار کشف و استخراج نفت و گاز به مدت 60 سال به این شرکت سپرده میشه و شرکت در ازای بهره برداری از این منابع 16% از سود رو به دولت ایران میده. که البته بگذاریم که با انواع سندسازی ها و تقلبات در پرداخت همین 16% هم انواع کارشکنی ها و تقلبات صورت میگرفت. چون طرف ایرانی دسترسی به جزئیات اسناد مالی نداشت و محاسبه سود ایران بر اساس اسنادی بود که خود شرکت ارائه میکرد و بر اساس گزارشات مالی خود شرکت صورت میگرفت. دولت شرکت نفت انگلیس از پرداخت مالیات به دولت ایران معاف بود و دست باز در استفاده از منابع و منابع نفتی و گازی و گسترش شرکت داشت. به طوری که اقتصاددانا میگن که اگه دولت ایران اون 16% سود رو نمیگیره و فقط مالیات میبست به شرکت انگلیسی، درآمد حاصله از اون خیلی بیشتر از اون سهمی بود که براش در نظر گرفته بودن. مثلا در یک مقطع شرکت نفت انگلیس 36 میلیون دلار به خود دولت انگلیس پرداخت مالیاتی داشت، در حالی که در همون مقطع سهم ایران 16 میلیون اونم توی چند قرص بود. دیدی نگذشت که به طور خاص بعد از انقلاب مشروطه ابعاد فاجعه بار این خیانت برای خیلی‌ها مشخص شد و رجال سیاسی و آزادی‌خواه خیلی سعی کردند در متن قرارداد تغییرات ایجاد کنند ولی موفق نشدن. خب بعد چی شد؟ منظورم بعد از روی کار آمدن رضاخانه، چون رضاخان در رابطه با غارت و چپاول ملت ایران توسط شرکت انگلیسی چه کارایی کرد؟ با روی کار آمدن رضاخان، ظاهر قضیه اینه که رضاخان قرارداد رو به طور یک جانبه لغو کرد، یعنی متن قرارداد انداخته یه به اصطلاح آتش بخاری و خواستار انعقاد قرارداد جدیدی شد. دولت انگلیس به دادگاه یعنی شرکت نفت انگلیس به دادگاه لاهه شکایت کرد و همزمان رضا شاه رو تهدید به پیاده کردن نیرو و عمل نظامی کرد. خطابا رضا خان هم که جرگوزه ایستادن در مقابل امپراتوری انگلیس رو نداشت، عقب نشینی کرد و هیئتی به ریاست تقی‌زاده که وزیر دارایی بود مأمور کرد که با شرکت نفت انگلیس مذاکره کنند، که بعد از چند دور مذاکره نهایتا این قرارداد به مدت 60 سالی دیگه تمدید میشه. البته بعضی از مورخین میگن که در واقع کلی موضوع یه سناریو بود، یعنی بحث لغو قرارداد و انداختن به اصطلاح متن قرارداد دو بخاری، و ظاهرا شرکت نفت انگلیس یک رشوه کلام به رضا شاه داده بود و رضا شاه و فروغی با اجرای این سناریو در واقع اومدن قرارداد دارسی رو تمدید کردن. البته سناریو چه درست باشه چه نباشه، فرق در ماهیت عمل و اینکه این قرارداد خیانت بارتر از قرارداد دارسی بود نداره. بله، خب علت این که میگین این قرارداد در زمان رضاخان خیانت بارتر از قرارداد قبلی در زمان مظفرالدین شاه بود چیه؟ بر اساس قرارداد دارسی
در واقع 16% سهم و سود به ایران میرسید، در حالی که در اینجا در قرارداد 1933 که رضا خان منعقد کرده این 16% کنسل میشه و به ایران در هر تن 4 شیلینگ میرسه که سوداوری شرکت و بالا رفتن یا پایین آمدن قیمت تأثیری در مبلغ پرداختی به ایران نداره. بازم طبق قرارداد دارسی در واقع بعد از مهلت پایان قرارداد سرمایه و ماشین‌آلات شرکت باید به ایران مسترد می‌شد که در اون مقطع 32 سال بود که از انعقاد قرارداد دارسی می‌گذشت، در نتیجه 1/3 ماشین‌آلات و سرمایه متعلق به ایران بود. از طرف دیگه ایران طبق قرارداد دارسی مالک 10% از سرمایه شرکت بود. شرکت انگلیس با پرداخت 1,000,000 لیره سهم ایران رو خرید، در حالی که در محتاطانه ترین ارزیابی قیمت سرمایه شرکت نفتی اون موقع $500,000,000 بود. یعنی سهمی که به اصطلاح قیمتی که برای خریدن سهم ایران پرداخت شد چیزی حدود 1% بود. شرکت نفت تا 30 سال از پرداخت مالیات معاف بود و حوزه های فعالیت خودش رو از خشکی به آبهای ساحلی هم گسترش داده بود و دست باز در ایجاد راه آهن و راه های دیگه داشت، بدون اینکه حتی $1 مالیات به دولت بده. مصدق در یکی از نطقاش با اشاره به همین فروش سهم ایران جمله جالبی داره که من براتون میخونم. خواهش میکنم. مصدق توی نطقش گفت که تاریخ عالم نشان نمیدهد که یکی از افراد مملکت به وطن خود در یک معامله 16,928,000 ریال ضرر زده باشد و شاید مادر روزگار دیگر نزاید کسی را که به بیگانه چنین خدمتی کند. برای اینکه ابعاد این رقم مشخص بشه باید اشاره کنیم که بودجه سالانه ایران در اون موقع چیزی حدود 35 الی 40 میلیون دلار بود و اینجا صحبت از 16 بیلیونه. در واقع بعد از 1329 مخالفت با این قرارداد خیلی بالا گرفت و مقالات زیادی تو روزنامه در شد و ابعاد خیانتبار این قرارداد برای مردم آشکار شد. رزمورا که اون موقع نخست وزیر بود برای فرونشوندن به اصطلاح موج مخالفت هایی که علیه شرکت نفت انگلیس ایجاد شده بود میاد وارد یه مذاکره جدید با به اصطلاح شرکت نفت انگلیس میشه و یک الحاقیه که به الحاقیه گسکلشایان معروفه و تعدیلاتی تو متن قرارداد وجود آوردن اضافه میکنن، ولی اینم کسی رو راضی نمیکنه. نهایتاً رزمارا موضوع رو به کمیسیون نفت اجرا میده که مصدق و تیمش هم عضو این کمیسیون بودن. این کمیسیون با جزئیات گزارش از غارت و به اساس سود یک طرفه که شرکت نفت انگلیس از منابع ما میبرد رو به مجلس ارائه میده و همین زمینه میشه برای ملی شدن صنعت نفت که پس از چند رفت و برگشت نهایتاً در 29 اسفند سال 1929 نفت ملی میشه. بله، خب دادگاه لاهه که فکر کنم بی ربط نباشه به همین پروسه ملی شدن صنعت نفت و الان شو خودتون گفتیم به نوعی، چگونه تشکیل شد و چطور دکتر مصدق نهایتاً تونست صنعت نفت رو ملی کنه و این پیروزی چه بازتابی در سطح جهان و منطقه داشت؟ بله، دولت شرکت نفت انگلیس ابتدا به شورای امنیت شکایت کرد و مصدق برای شرکت در شورای امنیت رأی آمریکا شد و در اونجا با این استدلال که موضوع دعوا یک موضوع بین شرکت نفت انگلیس و ایرانه، یعنی موضوع بین دو تا دولت نیست، با این استدلال در واقع عدم صلاحیت شورای امنیت رو اثبات کرد، چون شورای امنیت برای رسیدگی به مشکلاتی که بین کشورها میاد پیش میاد تشکیل جلسه میده. با عدم اثبات صلاحیت شورای امنیت و پیروزی مصدق در اون مقطع نهایتاً شرکت نفت انگلیس به دادگاه لاهه شکایت میکنه و مصدق رأی دادگاه لاهه میشه. مصدق برای توی این کارزار فشرده به واقع تنها بود، جاسوسای دربار و انگلیس اطرافش بودن، کارشکنی های دربار هم
خیلی زیاد بود، به طوری که مصدق برای تأمین هزینه مسافرت مقداری از املاک و دارایی خودش رو فروخت و در طول سفر مدارکی رو که باید در دادگاه لاهه ارائه میکرد رو زیر لباساش مخفی کرده بود، چون اطراف مصدق پر بود از جاسوسای انگلیس و دربار که میخواستن مصدق رو به شکست بکشونن. ولی نهایتاً با نطق تاثیرگذاری که مصدق در دادگاه لاهه کرد و با افشای جزئیات غارتگرانه به اصطلاح قرارداد شرکت نفت انگلیس، قضات دادگاه به شدت تحت تاثیر قرار گرفتن و رأی به عدم صلاحیت دادگاه حول این موضوع دادن. در نتیجه پیروزی مصدق به لحاظ حقوقی هم مهر شد و موجی از شادی ایران و منطقه را فرا گرفت. مصدق در بازگشت از دادگاه لاهه به مصر رفت، مثل یک قهرمان ازش استقبال شد، تمام خیابان‌های قاهره پر از جمعیت بود و جالبه بدونید که یک خیابون هم توی قاهره به اسم مصدق همون موقع نامگذاری شد که تا اونجا که اطلاع دارم اون خیابون هنوز به این اسم هست. متاسفانه با کودتای خیانتبار 28 مرداد صفحه جدیدی از خیانت شروع شد و دستاوردهایی که دکتر مصدق در این چند ساله داشت از بین رفت، ولی نام مصدق به عنوان رهبر سازش ناپذیر نهضت ملی ایران در تاریخ ایران جاودانه شد و الهام بخشی شد برای نسل‌های آینده. بله، خیلی ممنونم از شما آقای اسخر بابکان برای توضیح بسیار مفید در رابطه با این برهه از تاریخ معاصرمون. من هم تشکر از شما.